دلت سفر خارجی ارزون میخواد؟ بیا که جای خوبی اومدی. الان دیگه مثل قدیم خارج رفتن آرزو نیست. اگه یکم توقعت رو پایین بیاری، مثلا به جای پرواز با قطار یا اتوبوس بری، به جای هتل‌های گرون قیمت هم حاصل بگیری، راحت میتونی با یه هزینه کم کشورهای اطراف ایران رو ببینی. قرار مرحله به مرحله بهت یاد بدم با هزینه یه سفر داخل ایران بری گرجستان یا ارمنستان رو ببینی. در ضمن آخر این ویدیو بهت میگم که چطوری فقط با 6 میلیون تومان 4 شب بری ایروان. عشق و حال. توی این تاریخی که من دارم ویدیو رو میسازم، یعنی اسفند 1402، قطار مستقیم از ایران به گرجستان و ارمنستان نداریم. خدا رو شکر با این روابط دوستانه‌ای که کشور عزیزمون با دنیا داره، همین اتوبوس و پرواز رو هم که داریم غنیمته. درسته قطار مستقیم نداریم، ولی راه‌های رسیدن به خدا بی نهایته. برای سفر به این دوتا کشور 3 راه داری. اگه پول داری، پرواز مستقیم به تفلیس یا ایروان. اگه پولت مثل من کمه، با اتوبوس مستقیم میری مرز رازی، اونجا با یه ماشین دیگه میری به مقصد گرجستان یا ارمنستان. اگه نه، اصلا کلن با وسیله نقلیه عمومی حال نمی کنی، ماشینت رو کاپوتاژ می کنی تا 1 اعتبار داره، یه سره میری لب مرز، از اونجا هم بقیه داستان. که البته با احترام به تولید ایرانی، اگه ماشینتون در حد پرایده نکنی این کارو بهتره، چون هم امنیتش پایینه، پول بنزین، جای کم، خستگی، رانندگی طولانی، در صورتی که خرابی هم برای ماشین پیش بیاد هزینه های زیادتر، استهلاک ماشین و بقیه ماجرا رو هم باید در نظر بگیری. مثل همیشه بدون معطلی میریم سراغ رزرو بلیط و هتل و تور. یه وقتایی هست که شما تو کشور مقصد جا و مکان داری، مثلا میخوای بری خونه یه دوستی آشنایی و فقط نیاز داری که بلیط رفت و برگشت تو بگیری. در این صورت برای رزرو بلیط اتوبوس من سایت 724 رو بهتون پیشنهاد میدم. بریم سراغ این سایت. خب اول از همه برای رزرو اتوبوس وارد سایت 724 میشم. توی قسمت مبدأ رو وارد میکنم. توی قسمت مقصد برای شروع ایروان رو میزنیم، ایروان ارمنستان. تاریختون رو هر تاریخی که مایلید که سفر کنید، من اینجا مثلا 8 اسفند رو انتخاب میکنم و جستجو. میبینیم که برای تاریخ سه‌شنبه 8/12 اینجا یک لیستی از اتوبوس رانی های مختلف رو به من نشون میده که شما هر کدوم از اینا رو میتونید انتخاب کنید. توی این قسمت برای من نوع اتوبوس رو زده که VIP، پذیرایی داره، شارژر USB داره و تخشو هستش. مبدا من تهران پایانه غرب آزادی و مقصد من ایروان پایانه ایروان. ساعت حرکتش رو زده 10 صبح و مبلغش 1,400,000. تعداد صندلی‌های خالیش رو من نشون میده که 19 تا هستش. من میخوام بیام وارد این قسمت بشم و بلیط اتوبوسمو رزرو کنم. مشاهده و خرید رو میزنم. وقتی که وارد خرید بشم، اینجا یک نقشه اتوبوس به من نشون داده و یه اطلاعاتی که با رنگ بندی نشون داده. سفید قابل خریده، یعنی تک تک اینایی که سفید هستش رو من میتونم انتخاب کنم. غیر قابل خرید توسیه، که خب اینجا چیز خاصی نداره توسی. انتخابی که ما میکنیم هر کدوم اینا رو که من کلیک کنم سبز میشه. آبیا توسط آقایون خریداری شده، که معمولا صندلیای جلوی اتوبوس رو آقایون میشینن. صورتیا خریداری شده برای بانوان، زمانی که شما اسمتون رو وارد میکنید این تخصیص داده میشه به آبی و صورتی. مثلا من دوتا مسافرم و این دوتا صندلی رو میخوام انتخاب کنم، روی 10 و 11 کلیک میکنم و میرم برای مرحله بعدی که ثبت مشخصات شما هستش. چون دوتا صندلی رو انتخاب کردم، بعد اطلاعات دوتا مسافر رو وارد کنم. این قسمت تلفن همراه رو وارد میکنم، کد ملی، نام خانوادگی و تاریخ تولدتون رو وارد میکنید. سعی کنید اطلاعاتتون رو دقیق وارد کنید، چون زمانی که وارد اتوبوس میشید باید کارت ملیتون رو ارائه بدید و نباید مغایرتی با این اطلاعاتی که اینجا وارد کردید داشته باشه. و مسافر دوم رو وارد میکنم. بعد از اینکه اطلاعاتتون رو توی این قسمت وارد کردید،
این دکمه رو کلیک میکنید. یه رسید خرید به شما میده به اسم تلفن همراه، تاریخ حرکت، ساعت حرکت، از چه مکانی به چه مکانی و توضیحات اتوبوس، شرکت مسافربری چی هستش و شماره صندلی‌هایی که انتخاب کردید و در نهایت مبلغ نهایی رو برای شما اینجا نشون میده که 2 تا 1400 بود که به قراری میکنه 2800. خب که از این قسمت شما وارد مراحل پرداخت میشید. تو این قسمت میتونید قوانین کنسلی بلیط رو بخونید که اگر تا 24 ساعت قبل از حرکت بلیطتون رو کنسل کنید 10% بهتون جریمه میخوره و بقیه پولتون رو برمیگردونن، اما اگر 24 ساعت قبل از حرکت بلیطتون رو کنسل کنید نصف مبلغ یعنی 50%ش رو به عنوان جریمه برمیدارن. هشداری هم که اینجا بهتون داده، حواستون باشه که مبدا و مقصد و تاریخ و ساعت حرکتتون رو به دقت چک کنید، چون زمانی که بلیط صادر میشه دیگه اطلاعات رو نمیتونید تغییر بدید. همه این اطلاعات رو یه بار چک میکنید، اطلاعات خودتون رو، تاریخ و ساعت حرکتتون رو و در نهایت تایید قوانین و پرداخت میزنیم که گفته فیلتر شکنتون خاموش باشه، که خب خدا رو شکر ما اصلا توی ایران چیزی به اسم فیلتر شکن نداریم و اصلا نیازی هم بهش احساس نمیشه. در نهایت تایید رو میزنیم که خب شما رو به درگاه بانکی هدایت میکنه و مبلغ رو پرداخت میکنید، بلیطتون رو قطعی میکنید. من یک بار دیگه وارد دکمه سرچ میشم، برگشتم و بگیرم ایروان به تهران برای تاریخ 12 اسفند جستجو. همونطوری که میبینید مثل حالت رفت تهران به ایروان دوباره شرکت‌های مختلف رو میاره، ولی اینجا زده غیر قابل استرداد، یعنی زمانی که شما بلیطتون رو رزرو کنید دیگه نمیتونید کنسلش کنید و در واقع بلیطتون سوخت میشه. ساعت حرکت رو زده و میبینید که برگشتش یه مبلغی گرونتر هستش، تعداد صندلی‌های خالی صفر، یعنی نمیتونید این شرکت رو استفاده کنید، بعد بیاید از این استفاده کنید. دوباره همون داستان، مشاهده و خرید رو میزنید و وارد خرید بلیط میشیم. چیزی که اینجا مهمه، شما میتونید تاریخ‌های مختلف رو نگاه کنید که معمولاً مثل سایت‌های دیگه نیستش و آنچنان اختلاف قیمتی رو شما نمیبینید. چه یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، من هر روزی که میزنم مبالغ برگشتش همون یکی هستش که 2 میلیونه. پس خیلی مهمه که شما اطلاعاتتون رو حتما دقیق چک کنید، ساعت حرکتتون رو ببینید، روز و تاریخ حرکتتون رو ببینید که اشتباه نکنید. پایین صفحه که بیاید یه تلفن پشتیبانی داره، شما میتونید با این شماره تلفن تماس بگیرید و اگر سوالی دارید یا میخواید هر گونه تغییری ایجاد کنید شما رو راهنمایی کنن. خب میایم سراغ سایت علی بابا. فرض میکنیم که بلیت رفت و برگشتمون رو گرفتیم، حالا میخوام هتلمون رو رزرو کنیم. وارد سایت علی بابا میشم، روی هتل کلیک میکنم، مقصد خودم رو وارد میکنم چون من قبلا سرچ کردم روی این قسمت هستش، تفلیس گرجستان رو میزنم، میام همون تاریخ که براش بلیت گرفتم یعنی 8 اسفند تا 12 اسفند رو انتخاب میکنم به مدت 4 شب و رو میزنم برای 2 تا بزرگسال، تایید، جستجو، بر اساس کمترین قیمت مرتبش میکنم، 5,600,000 برای 4 شب برای 2 تا بزرگسال. همونطوری که توی ویدیوهای قبلی گفتم، توی این قسمت یه اطلاعات خیلی مختصری از هتل در اختیار شما قرار میده، مثلا 2 ستاره است، اتاقش سیگار کشیدن ممنوعه، مشاهده روی نقشه، وقتی که روی این قسمت کلیک میکنید نقشه این هتل رو توی شهر تفلیس به شما نشون میده. من اینجا یک لیستی از هتل ها دارم که بین اینها میتونم نگاه کنم. طوری که میبینید چون من بر اساس ارزون ترین قیمت مرتب کردم، هر چقدر میام پایین تر قیمت ها بالاتر میره، 6 تومن 7 تومن و خب در نتیجه کیفیت هتل هم بالاتر میره. مثلا این هتل 4 ستاره است نسبت به هتل اولی که 2 ستاره بود که 5,600,000 بود. توی این قسمت، توی این جدول سمت راست میتونید جستجوتون رو محدود کنید، بگید که فقط هتل های 4 ستاره یا 3 ستاره رو به من نشون بده، یا اصلا هتل های بدون ستاره رو به من نشون بده که ارزون در بیاد. رنج قیمتی میخوام من بین 6 تومن تا 8 تومن هتلم در بیاد. اینا رو میتونید اینجا محدود کنید و بر اساس اون سرچتون رو انجام بدید. هتل های بین 4,000,000 تا 6,000,000 رو به من نشون بده، که خب اینجا میبینید به خاطر اینکه دم عید هم هستش اکثر هتل ها تکمیل ظرفیت شده و شما بین اینا نمیتونید انتخاب کنید در حال حاضر. هر چقدر که این جستجوتون رو محدودیتش رو بردارید به شما لیست بیشتری نشون میده و در نهایت هر هتلی رو که انتخاب کردید وارد مشاهده اتاق ها و رزرو میشید. اینجا یه سری عکس از این هتل به من نشون میده، 16 تا تصویر دیگه. روی این قسمت ها کلیک میکنم و دونه دونه عکسای این هتل رو
بررسی میکنم ببینم چه امکاناتی داره و از لحاظ تمیزی و کیفیت چطوری هستش. که خب حالا خودتون میتونید نظراتی که برای این هتل ها ثبت شده و امکاناتی که هر هتل داره رو بررسی کنید. مهمه که قبل از رزرو هتلتون حتما وقت بذارید و امکانات هتل رو بررسی کنید که یه سفری با آرامش داشته باشید و زمانی که وارد کشور مقصد میشید به خودتون نگید که ای کاش وقت بیشتری میذاشتم و با اون مبلغی که داشتم هتل بهتری رو انتخاب میکردم. امکانات و ویژگی هایی که این هتل داره، پارکینگ داره، فضای باغ و طبیعت، بالکن، آشپزخونه مشترک، اتاق تلویزیون، تک تک اینا رو باید بخونید. مکان هایی که به این هتل نزدیک هست رو توی این قسمت میتونید اینجا ببینید. مثلا ناریکالا که یکی از جاهای دیدنیش هستش، 1 دقیقه با ماشین را داره، 5 دقیقه پیاده. یا بریجا پیس، 2 دقیقه با ماشین، 9 دقیقه پیاده. که مهمه که به جاهای دیدنیش دسترسی خوبی داشته باشه. باز اینجا میتونید جستجوتون رو بر اساس بدون وعده غذایی که خب معمولا یکم ارزون تره، یا اگر میخواید حتما صبحونه توی هتل سرو بشه بر اساس صبحونه مرتبش کنید. بدون وعده غذایی بزنید که خب قیمت هر شب از 3 میلیون در میاد، یا با صبحانه مرتبش کنید، یا همه موارد رو بزنید و بتونید همون هتلی رو که انتخاب کردید با اختلاف قیمتی اینجا ببینید. اگر در نهایت من با همه چیه این هتل اوکی بودم، میام رزرو اتاق رو میزنم. مشخصات مسافرین، گفته هتل تو انتخاب کردی، حالا مشخصات مسافرین رو وارد کن، چون من 2 تا بزرگسال زدم، بعد 2 تا بزرگسال و اطلاعاتشون رو کامل پر کنم. حتما این بخش ها رو با دقت و با حوصله بر اساس اطلاعاتی که توی کارت ملی و پاسپورتتون هستش پر کنید و در نهایت تایید و ادامه خرید و وارد تایید اطلاعات شما رو به درگاه بانکی و پرداخت وصل میکنه، بلیط شما رو صادر میکنه. که اگر توی تمامی مراحل به مشکل خوردید میتونید با تلفن پشتیبانی علی بابا تماس بگیرید. در صورتی که نخواهیم بلیط اتوبوس و هتل رو جدا جدا بگیریم، میتونیم توی سایت علی بابا وارد قسمت تور بشیم. توی قسمت مبدأمو که همون تهران رو وارد میکنم، توی قسمت مقصد ایروان رو وارد میکنم و تاریخ رو روی همون تاریخی که بلیت اتوبوس و هتل رو جدا جدا گرفتم میذارم که ببینم اختلاف قیمتش در صورتی که تور رزرو کنم چقدر فرقشه. پس میذارم روی 8 اسفند تا 12 اسفند، همون 4 شب باشه، تایید و 2 تا بزرگسال جستجو. من میام بر اساس ارزون ترین قیمت مرتب میکنم. میبینم که قیمت تور ایروان کفش از 6 میلیون شروع میشه که مجموع 2 نفر میشه 12 میلیون و خورده ای. روی همین هتل اولی کلیک میکنم، یه اطلاعات جزئی از این تور به من میده: اتوبوس رفت، توریستی، ساعت حرکت، مکان حرکت و پایانه ای که شما رو پیاده میکنن، و اتوبوس برگشت ساعت 11 از ایروان حرکت میکنه و ساعت 11 توی تهران هستش. و خدماتی که تور داره رو برای شما تو این قسمت آورده: یه عدد سیم کارت رایگان برای هر اتاق و ترانسفر عمومی رفت و برگشت. که خب شما میتونید این دوتا تور رو دوباره اینجا با هم دیگه مقایسه کنید. با یه اختلاف خیلی جزئی خدمات این تور دوم بیشتره: راهنما داره، بیمه مسافرتی حوادث داره، سیم کارت دوباره داره، استقبال داره، یعنی میان دنبالتون تا دم هتل شما رو میرسونن، و موقعی که میخواید برگردید از هتل تا محل سوار شدن اتوبوس شما رو همراهی میکنن. و این قسمت روی انتخاب حمل و نقل تور کلیک میکنم که مرحله به مرحله شما رو راهنمایی کرده. مرحله اول انتخاب محل اقامت بود، انتخاب حمل و نقل، انتخاب مسافرین. شما توی این قسمت اطلاعاتتون رو بر اساس کارت ملی و پاسپورت با دقت وارد میکنید. توی این قسمت یک رسید از خرید شما نشون میده و جزئیات سفارش شما و مبلغ کل، و در نهایت تایید و ادامه خرید رو میزنید که به درگاه بانکی وصل میشید، مبلغ مورد نظر رو پرداخت میکنید، بلیت و تور برای شما رزرو میشه. همونطوری که میبینید رزرو تور توی این تاریخ، یعنی 8 اسفند تا 12 اسفند، برای ما خیلی بصرفه تر از این در اومد که ما بخوایم بلیت اتوبوسمون رو و هتلمون رو جداگونه رزرو کنیم. پس در صورتی که شما توی ایروان کسی رو ندارید و نمیخواید بلیت اتوبوستون رو جدا بگیرید، رزرو تور برای شما بصرفه تره. من 2 تا ویدیو دیگه دارم
دارم که توی اونا جاهای دیدنی گرجستان و ارمنستان و غذاهای معروفشون رو گفتم. پس حتما قبل سفرت اون ویدیوها رو هم نگاه کن. تو بخش کامنت ها بگید که چطوری میشه از این ارزون تر سفر کرد تا بتونیم افراد بیشتری رو به سفر رفتن تشویق کنیم. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.